با درود بر شما همشهریان گرامی، مردم خوب زرقون، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران که از سنگ ناله خیزد روز وداعی یاران. الان که اومدم بیرون که این ویدیو رو بگیرم دیدم پاییزه. متاسفانه اولین ویدیو پاییزی من همزمان شد با خزان یک انسان در بهار عمرش. متاسفانه دو سه شب پیش تو شهر ما زرقون یه اتفاق ناگوار افتاد و دو تا خانواده نابود شدند. دو تا نوجوان بر اثر یه اشتباه با هم درگیر میشن و گویا یکی حالا با چاقو میزنه تو گردن یکی و تموم شد. اون با زندگی خداحافظی کرد و اونم وارد چرخه‌ای تو زندگی شد که شاید روزی هزار بار بگه کاش من مرده بودم. الان بازداشت، زندان و توی زندان چه اتفاقاتی براش میفته خب کسی نمیدونه، شاید هم میدونن. و هر ساعت هم هر لحظه سایه مرگ و بالای سر خودش حس میکنه. ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم، اون جوان از دست رفت، ولی باید فکر کنیم که چی کار میتونیم بکنیم که دوباره تکرار نشه. خود من اگه یادتون باشه چند ماه پیش بود عکس هم زندیات قاسم سروری هم اون زمان بسته پسر ببراز رو گذاشتم، گفتم که آقا چاقو با خودتون حمل نکنید، این چاقو هم کردن باعث شدید دوتا نابود بشن، شما حداقل چاقو تو جیبت دست. حتی یه ویدیو هم گذاشتم که اصلا فرد احتمال داره، فردی که شما باش درگیر میشین احتمال داره اصلا موقع مردنش باشه، همون لحظه زمان مردنش فرا رسیده باشه، فقط منتظر یه اشاره انگشتی شما باشه. خب یه اتفاق افتاد. حالا اگه بیام بررسی کنیم میبینیم که دوتا جوون بودن، حالا نوجوون، هر دوشون مست اومدن بیرون. آخه لعنت بر شما علی آخوندا و حزب الله، یه کثافت، یه دینی بود، حالا کاری نداریم، قبر پدر اسلام، چهار تا اخلاق توش بود. به بچه 16 ساله میگفت عرق نخور، چی کارت به عرق خوردن؟ اقل از این اسلام سوء استفاده کردید که اسلام رفی اخلاقیاتی هم که توش بود برد. جامعه هم قانونی درستی نداره، آموزش درستی نداره که به بچه بگه عرق نخور، بچه 16 ساله چیکارش به عرق خوردن؟ حالا اگه میخوای عرق بخوری بخور تو خونه، بیرون نیو. ببین این هر دوشون مست بودن، متاسفم دارم میگم واقعیتی، اگه همون نوجوانی که کشته شده مست نبود میتونست از خودش دفاع کنه، یه جا خالی بده چاقو در بره بره دیگه، کتک نمیخورد، یه طوری نمیشد. یا اون اگه مست نبود جو چاقو نمیزد اینو بکش. آقا اگه میخوای عرق بخورین بخور، حالا عرق هم از چیزی به درد بخور نیست که، اصلا سینه‌برم عرق میخورین بخور، ولی از خونه بیرون نیا، هم خطرناک میشی هم آسیب پذیرتر میشی. یعنی آدم مست یه حولش بدی میخوره زمین، خطرناک هم میشی، کاری غیر عادی میکنی مثل یه الان. دوم این خانواده و پسری که زده اینو با چاقو کشته، اگه یکم شعور داشتن یکم عقل داشتن چاقو از دست بچهشون میگرفت. اینکه آقا جامعه از این بعد باید یک فکری بکنه، اول یک تلفن تماس چیزی باشه، اگه کسی چاقو تو جیبش میذاره دوستاش خانواده‌اش زنگ بزنن به اونجا آقا این فرد چاقو تو جیبش میذاره، اینو ببرنش اونجا دعوتش کنن یک کلاس دو ساعته سه ساعته با یه آدم عاقل براش بزنن که آقا این چاقو که تو جیبت میذاری یعنی این. دوم اون چیزی که من میدونم حمل سلاح سرد، چاقو سلاح سرد، جریمه داره. بار اول براش کلاس بذار که آقا بله این کلاس بیا، این چاقویی که تو جیبت داری میذاری یعنی این چاقو تو جیبت نذار، یعنی تو میتونی آدم بکشی، میتونی قتل کنی. بار دوم جریمش کنن اگه چاقو تو جیبش گذاشت. بار سوم یه بازداشت کوتاه مدت که دیگه چاقو تو جیبش نذاره، بفهمه چیکار داره. الان زدی یکی کشته خودشم به قتل رسیده. نمیدونم واقعا دردناک. دو تا خانواده نابود شد، یک مادر تنها یه بچه رو بزرگ کرده با هزار یک مشکل، اون بچه الان نیستش، اون هم یه خانواده دیگه یه بچه رو بزرگ کردن که مثلا بهش افتخار کنه، الان قاتله تو
بازداشت و زندان و حالا چه مصیبت ها باید بکشن دیگه. اینکه حواست باشه نوجوان، جوون، هر کی هستی، چاقو تو جیبت نذار. وقتی مستی، وقتی عرق میخوری، تو خونت بت مرگ، با دوستات بشین برقص، بیرون نرو. یا اصلا بچه 17-18 ساله چه کارش به عرق خوردن آقا؟ این عرق سلیه مغز از بین میبره. تو کشور ما با مغز خودت که هیچی، 5000 تا مغز دیگه هم قرض کنی تا مغزت کار کنه، چه غلطی بکنی که نون شبت بتونی در بیاری. یه عرق هم میخورین شما. متاسفم به هر دوی خانواده تسلیت میگم، هر دو تاشون رو به نابودی رفتن و امیدوارم که طوری بشه تو جامعه افرادی که بالاخره فعال فرهنگی هستن، فعال اجتماعی هستن، به این موزل برسن که دوباره شاهد همچین اتفاق دردناکی نباشه. واقعا متاسفم برای شادی اون عزیز از دست رفته، برای روح اون عزیز از دست رفته طلب شادی میکنم و برای خانواده اش آرزوی صبر. پاینده باشید، پاینده ایران بدرود. شاید خیلی دردناک باشه ولی برای این نوجوانی که مرد، آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. خدا نگهدار.